17 اوت 2019 مردم معترض در بسیاری از شهرهای دنیا برای آزادی سهیل عربی در جریان یک همایش بین‌المللی به خیابان‌ها آمدند و پاسخ درخور و شایسته‌ای به جمهوری اسلامی دادند که امثالی مثل سهیل عربی رو دستگیر و زندان و شکنجه و اذیت و آزار می‌کنه. همینجا جا داره که من از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام و همه مسئولین و دستاندرکاراش از همه شما عزیزان که در این همایش بین‌المللی شرکت کرده از یکایک شما سپاسگزاری بکنم، قدردانی و تشکر بکنم. فوکوس این کمپین جهانی و یا کارزان جهانی با محوریت سهیل عربی بود. طبعا ما در جریان اعتراضات خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدیم و یکی از مطالباتی بود که مطرح کردیم، ولی اینکه محوریت این تظاهرات سهیل عربی بود به این دلیل هستش که سهیل عربی تنها فقط یک فرد نیست. به اعتبار اینکه ما 40 سال یک حکومت مذهبی داریم در اون مملکت، مردم پی بردن که این حکومت مذهبی چیزی جز منافع یک مش اقلیت انگل و مفخور و دزد و چپاولگر رو تأمین نمی کنه و بیزار شدن از این حکومت و شروع کردن از نقد و نقد مذهب، حاکمیت مذهب، احکام مذهبی و همه اینها. سهیل عربی یکی از اینها بود، ولی سهیل تنها نبود. هزاران و ده ها هزار جوان در ایران هست که از دست این حکومت مذهبی زله شدن و شروع کردن در فضای مجازی، مدیای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از دین و مذهب. اکسیونی که ما داشتیم و درش مشارکت داشتیم در واقع دفاع از یکی از بنیانی ترین حقوق پایه مردم بود، آزادی بیان. از نظر ما آزادی بیان اگر همراه با آزادی نقد مذهب نباشه کم معناست یا بی معناست و ثمر چندانی نداره. بنابراین ما از آزادی همه کسانی که از دست این حکومت ذله شدند به انتقاد از دین، مذهب، حاکمیت اسلامی می‌پردازند، از حق اونا پشتیبانی کردیم در اکسیون روز 17 اوت و پاسخ درخوری به جمهوری اسلامی دادیم. جمهوری اسلامی هدفش اینه که با دستگیری منتقدین اسلام از اونا انتقام بگیره و زهر چش بگیره و جامعه رو به سکوت بنشونه، ولی با مبارزاتی که این جوانان با این مردم دارن و با این اعتراضاتی که ما در سطح جهانی سازمان دادیم نشون دادیم که ما در مقابل این تمهیدات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی میایستیم و مقاومت میکنیم و این حکومت ددمنش و جنایتکار رو پس میزنیم و نهایتاً سرنگون میکنیم. درود بر شما، زنده باد مبارزات قهرمانان و آزادی خواهان مردم ایران.